خسرو بانو دستش را زیر چانه فرهاد گرفت و سر او را به طرف بالا بلند کرد بعد از اینکه چند لحظه در چشمان او خیره شد اظهار داشت تو و شیرین هر دو فرزندان من هستید شما دو نفر لایق و برازندگی یک دیگرید. من افتخار می کنم که فرهاد هنرمند بزرگ و دلاور آزران دلباخته و خواستار دختر من است من به عشق شما دو نفر تبریک گفته و از همکنون نامزدی شما را اعلام می دارم من این بانو پس از این نطق کوتاه روی به آزر بابا کرد و گفت دوست من نظر تو چیست تو چه می گویی آزر بابا جواب داد نظر من بسته به نظر شماست آنگاه روی به آسمان کرده و با اخلاص کم نظیری گفت ای ایسا مسیح سایه این حکمران مهربان و عادل را از سر ما کم نکن مهین بانو که سخنان آذربابا را شنیده بود خنده ای کرد و گفت دوست من عیسی مسیح تو و پسرت را نگه دارد در این وقت فرهاد که براسی احساس خوشبختی می کرد حالتی داشت غیر قابل توصیف او که تصور نمی کرد مهین بانو روزی با ازدواج او و شیرین موافقت کند از فرط شادی در پوست خود نمی گنجید نمی دانست چه کند و همچنان با گونه هایی که از شرم گل انداخته بود سر به زیر داشت و خاموش ماند آذربابا که در تمام این مدت چشم از پسرش بر نداشته بود وقتی متوجه شرم و حیای او شد برای اینکه وی را به صحبت وادارد گفت بیا پسرم بیا کمی نزدیکتر فرخاد که چند قدم از پدر و مهین بانو فاصله گرفته بود وقتی امر پدر را شنید آرام آرام به او نزدیک شد بابا دست چپش را بر شانه فرهاد نهاد و با دست راست قلعه ایران نشان داد و گفت پسرم حساری که برف ای بسیار زیبا و با است مثل اینکه جان دارد ولی اگر کمی دقت کنی در آن میتوانی ای با اشکال عمده ای را مشاهده کنی آنگاه با مهربانی افزود اگر میخواهی علمی را بیاموزی باید سعی کنی آن علم را به طور کامل فرا بگیری مهین بانو دو دست را برهم زد و با شادی کودکانه ای گفت آفرین آزر بابا سخنان تو مانند یک قطعه جواهر کمیاب و گران بهاست به ولی این یادآوری های پدرانه چیزی از ارزش شاهکارهایی که فرهاد به وجود آورده کم نمی کند. فرهاد که تا اندازه زیادی از سخنان پدرش ملول شده بود با ناراحتی اظهار داشت. پدرجان: جان، همه ی صحبت های شما درست است اما چه نقصی در حسار است که من آن را نمی بینم. بابا وقتی متوجه دلخوری فرهاد شد با لحنی مهربان گفت. فرهاد پسرم این قلعه و آن حساری که برگردا گرد قلعه کشیده ای یک شاهکار مسلم است اما با یک نگاه به برج ها در خواهی یافت که پشت آن صاف است و برف و باران بر روی آن جمع می شود در حالی که اگر برج و باروی قلعه مانند شمشیر دولب ساخته شود بر روی آن نه برف و نه باران جمع نخواهد شد فرهاد از اینکه متوجه این نقص نشده بود ناراحت شد روی به پدر کرد و با حالت متواضعی گفت حق با شماست پدر جان شما استاد من هستید نام من از معروفیت شماست که بر سر زبانها افتاده در حقیقت این هنر و حرفه را شما به من ها مخده اید آذر بابا برای اینکه بیش از آن موجبات نراحتی فرزندش را فراهم نکند گفت پسرم هنر تو بر هیچکس پوشیده نیست قلعه هایی که تو ساخته ای در هیچ کجای جهان نظیر ندارد البته در کارهایی با این عظمت و بزرگی وجود چند نقص کوچک امری مسلم و طبیعی به شمار می رود آن وقت فرهاد نگاه دیگری بر برج های قلعه انداخت پس از تماشای مختصری گفت من از همین فردا در رفع نقایص برج ها خواهم کشید تا بلکه آن را به دلخواه شما درآورم. مهین بانو که شاهد صحبت پدر و پسر بود مداخله کرد و گفت عزیزان من فعلا از کار و اینجور چیزها حرفی به میان نیاورید زیرا امروز روز کار نیست من این جشن را به افتخار شما برپا کردم پس بیایید و به سوی چمن برویم و به شادی این موفقیت وقتی را به خوشی بگذرانیم مهین بانو پس از این سخنان دستهای پدر و پسر را گرفت و به طرف رامشگران که سرود مهیجی را میخاندن به راه افتاد. در این طرف مردم به شادی و دست مشغول بودند. رامشگران با آهنگ های پرشور و شاد به مجلس جشن هیجان بیشتری میبخشیدند. در این مجلس توجه حاضران بیشتر معطوف به سمتی بود که آواز دست جمعی دختران به گوش می رسید. زیرا در میان جمع دختران دختری با نشاد و سرزنده دیده میشد که بقیه دختران مانند نگین انگشتری او را در میان گرفته بودند. این دختر چنان زیبایی معصوم و فرشت آسایی داشت که بی اختیار چشم هر بیننده ایران را متوجه خود می کرد. از نگاه این دختر برق جوانی و امید ساته می شود. از لبخندش دنیای شوق و آرزو تجلی می شود. با آنکه دختران بیشماری در آن دشت پراکنده آمده بودند اما این دختر مانند مجسمه ای بود که چشم از دیدنش سیر نمیشد به واقع او شیرین برادرزاده و ولی عهد مهین بانو بود که به فرزندی قبول کرده بود. ساعتها از مراسم جشن و شادی می گذشت. شیرین که تا این ساعت با مردم خود به تفریح گذرانده بود در حالی که عرق از سر و رویش جاری شده بود خطاب به دخترانی که دورش را گرفته بودن گفت خسته شدم دختران کمی بنشینیم او پس از گفتن این حرف برای سبزه هایی که سراسر دشت را پوشانده بود نشست در این وقت فتنه دختر سیاهی که نزدیکترین ندیمه شیرین به شمار میرفت دست او را گرفت و گفت بانوی من بلند شوید به هنگام جشن و شادی نباید خسته شوید شیرین در حالی که چشم به دیوارها و برجهای قلعه دوخته بود نگاهی به فتنه انداخت و گفت خسته شده ام پایم که از سنگ و آهن نیست سپس روی به دیگر دوستان خود کرد و گفت خوب به قلعه نگاه کنید چه منظره باشکوهی دارد واقعا زیباست فتنه لبخند شیطنت آمیزی بر لب جاری کرد سپس به طوری که خود او بفهمد گفت خب منم تصور می کنم که هرچه فرهاد بیافریند در دیدگان شما زیبا و باشکوه جلوه می کند شیرین اخم کرد و گفت چرا فرهاد؟ فتنه بیان که خنده از لبهایش محوه شود جواب داد چه میدانم بانوی عزیزم این را دلدادگان دانند شیرین که منتظر این حاضر جوابی نبود وقتی این حرف را شنید خنده ای کرد و به فتنه گفت بیهود اسمت را فتنه نگذاشته اند به هر کجا که می توانی سری میزنی و از همه چیز میخواهی سر در بیاوری هر حرفی و سخنی را یک جور تفسیر میکنی فتنه در حالی که در کنار شیرین می نشست از او سوال کرد عزیز من چه می شود اگر حقیقت را بر زبان آورم؟ شیرین تبسمی کرد و گفت حتما تو هم فکر میکنی من فرهاد را دوست دارم اینطور نیست فتنه در چشمان مصاحب زیبایی خود خیره شد و پرسید مگر دل برای دوست داشتن نیست شیرین او را به عقب هل داد و با نشات انگیزی گفت بگو ببینم نکند تو خود او را دوست داری فتنه با ادا و ادوار مسخره ای که هیچ با قیافه و هیکلش تناسب نداشت اظهار کرد مگر دوست داشتن او گناه است خب نگاه کنید ابروی کمان در من چشم درشت و زیبا در من اندام مرمرین در من تازه دنیا که به آخر نمیرسد اگر من او را دوست داشته باشم شیرین در حالی که از خنده به رعش افتاده بود گفت فتنه جان عزیز من آخر تو بیش از اندازه سیاهی من تصور نمی کنم دخترانی به رنگ تو در دل فرهاد جایی داشته باشند. وقتی سخنان شیرین به اینجا رسید به یک بار همه دختران به خنده در آمدند. فتنه وقتی دید دختران دیگر او را به هم نشان داده و می خندن با لحنی جدی گفت ساکت چرا می خندید همه می دانن که من لاقل از تمام شما زیباترم. سپس قیافه یه به خود گرفته خطاب به شیرین گفت بانوی من مرد تعم دهانش را چه می داند؟ فتنه بعد از همه این شوخی ها شیرین را در آغوش گرفت و پس از اینکه چند بار گونه هایش را بوسید گفت بانوی مهربان از من نرنجید مزاح کردم همه میدانیم که فقط فرشته ای چون شما لایق فرهاد هستید و بس. شیرین به پهلو بر روی زمین دراز کشید و گفت فتنه جان هیچ کس از آینده خود خبر ندارد فتن دهان باز کرد تا چیزی بگوید اما شیرین در حالی که گوشش را به سمت نوازندگان می به او اشاره نمود که چیزی نگوید دختران دیگر نیز وقتی توجه خاتون خود را به نوازندگان دیدن همه ساکت شده و به گوش کردن پرداختند بعد از چند دقیقه شیرین به صدای بلند زمزمه کرد آه چقدر زیبا می نوازند پس از گفتن این جمله از جایش بلند شد و خطاب به دخترانی که در چند قدمی او خودشان را بر روی زمین سرسبز رها کرده بودند گفت دختران دیگر تنبلی بس است برخیزیم و برویم من تحمل اینجا نشستن را ندارم با این فرمان دوستانه شیرین همه دختران از جای برخواسته و به طرف جمعیت به راه افتادند درست در همان موقعی که شیرین به اتفاق دوستان و ندیمه های خاص خود به طرف جمعیت می رفتند خسرو پرویز و دوست نقاشش شاپور در حالی که لباسهای فاخری به تن کرده بودند از پشت تپه ظاهر شدند هر کس که آن دو را می دید فورا می فهمید که بازرگان می باشند شاپور در حالی که چشم به گروه دختران داشت روی به خسرو کرد و گفت اعلی حضرتا تا آن دختری که جلوتر از همه خرامان خرامان راه می رود و موهای طلایی دارد شیرین است خسرو چشم دختر دوخت گفت آه ای هور مزد بزرگ با اینکه به خوبی چهره او را نمی بینم اما احساس می کنم که او بسیار زیباست و من حقیقتا فریفته او شدهام. اما جدا نمیدانم چه باید بکنم آیا بهتر نیست بازگردیم و یک هیئت برای خاستگاریش بفرستیم شاپور آهی کشید و گفت آن فرشته ای که من می شناسم به خواستگاری شما جواب نخواهد داد اگر فراموش نکرده باشید این موضوع را قبلا هم معروض داشتم شما کمی به من فرصت دهید قول می دهم شیرین را از آن شما کنم خسرو با هیجانی خاص و بدون توجه به اطراف خود به صدای بلند گفت آخر چگونه؟ شاپور با دو دست انتهای سبیلهایش را پیچاند و سپس با لبخند مرموزی گفت سرور من شما بیش از هر کسی میدانید که من نقاشی چیر دست هستم خسرو با اندکی تعجب گفت البته هنرمندی تو بر هیچ کسی پوشیده نیست در این وقت شاپور نگاهش را از جمعیت برگرفت و گفت بسیار خوب من هم از این هنر خود به نحو احسن سود می جویم و با محبت بیشاعبهی که به سرورم دارم تصویرشان را با نهایت توانایی و دقت ترسیم می کنم. آن وقت با یک حیله ساده آن را به شیرین می رسانم و شیرین با مشاهده آن تصویر شیفته شما شده و به شما دل خواهد بست. خسرو پرویز با شنیدن این سخنان فریادی از خوشحالی کشید و گفت آفرین شاپور حالا میفهمم که وجود تو چقدر برای من گران بهاست هیچ میدانی اگر شیرین دل به من ببندد و همسرم شود من مالک سرزمین آزران هم خواهم شد شاپور در جواب به شوخی گفت البته میدانم اما سهم من چه میشود خسرو پس از یک قهقهه طولانی دستی به شانه او زد و گفت تا هم در آن هنگام حاکم سرزمین آزران خواهی شد شاپور با همان لحنه گفت امیدوارم پس از رسیدن به مقصود به عهد و پیمان خود پایبند باشید خسرو قیافه ی حق به جانبی به خود گرفت و گفت همه ی عالم می داند که وقتی خسرو حرفی بزند به آن عمل می اگرچه متناسب با منافع او هم نباشد. شاپور تعظیمی کرد و گفت سرورم اکنون برویم تا کسی در صدد کنجکاوی برنیامده است از از اینجا دور شویم. مطمئن هستم که گردش امروز به شما خوش گذشته است. فصل سوم بهرام چوبین بهرام چوبین که پس از توهین هرمز پدر خسرو پرویز علم تقیان برافراشته بود وقتی شنید هرمز به دست برادران همسرش نابینا و سپس کشته شده است فوراً با سپاه تحت فرمان خود به سوی تیسفون حرکت کرد زیرا میدانست اگر در رفتن تأخیر کند تاج و تخت شاهی ایران را برای همیشه از کف داده است نقشه این بود که زودتر از خسرو پرویز که در دستگرد به خوشگذرانی مشغول بود خود را به تیسفون برساند و بر تخت شاهی تکیه زند. بهرام با سپاهش به حدود نهروان رسیده بود که جاسوسانش خبر آوردن که خسرو پرویز چندی پیش خود را به پای تخت رسانده و تاج شاهی را بر سر نهاده است. پس او به ناچار در نهروان اردو زد تا درباره جنگ بزرگی که در پیش گرفته است بیاندیشد و سرداران خود را به مشورت بنشاند. چون واقعا نمیدانست که باید از نهروان عبور کند و یا از راهی که آمده است بازگردد. پس از اینکه چادرها برافراشته شد، بهرام با ستن از سرداران خود به نامهای اسپندیار، یلانسینه، اوریزاسیوس جلسه‌ای ای تشکیل داد و درباره جنگی که در پیش داشتن به مشورت پرداخت. بهرام سعی داشت سردارانش را با خود همراه کند و بعد از گذشتن از نهروان به طرف تیسفون بروند. اما سرداران سگانه با این نقشه به شدت مخالفت کردند اسپندیار عقیده داشت که اصلا از راه آمده بازگردند او میگفت رفتن ما به تیسفون یک اشتباه بزرگ است چون خسرو پرویز زرنگی کرده و پیش از ما به تیسفون آمده و تاج شاهی بر سر نهاده است اکنون مردم او را به عنوان شاه ایران میشناسند و اگر ما با او وارد جنگ شویم جانب او را خواهند گرفت. یلانسینه و اوریزاسیوس نیز با او همراهی کردند. بهرام وقتی دید که نمیتواند آنها را با خود هم داستان کند تا از نهروان بگذرند، بالاخره آنها را قانع کرد تا در همانجا بمانند و به خسرو پرویز پیام بفرستند که یا باید تسلیم گردد یا اینکه خود را برای جنگ آماده کند. وقتی خسرو پرویز خبردار شد که بهرام چوبین با سپاهیان خود در آن طرف رود نهروان اردو زده و منتظر پاسخ اوست فوراً با سپاهیان تحت و سلاح خود به سوی نهروان حرکت کرد بیش از ده روز از اردو زدن بهرام نگذشته بود که خبر آوردن خسرو پرویز با لشکریانش به مقابله او آمده است دو روز بعد سپاهیان خسرو و بهرام چوبین در دو طرف نهروان صف بسته و آماده پیکار بودند. این نبردی بود که سرنوشت ایران و نیز سرنوشت آن دو را تعیین می کرد. در پایان این پیکار یکی از آن دو نفر محکوم به آن بودند که بمیرند و دیگری تخت و تاج ایران را بدون رقیب به دست آورد. از همین روی بود که هر دو حریف تلاش میکردند به هر طریقی که هست شاهد پیروزی را در آغوش بگیرند سرانجام دو ساعت از بالا آمدن آفتاب گذشته بود که جنگ با همه بدیهایش آغاز شد سپاهیان بهرام بدون حراس از نفرات بیشتر سپاهیان دشمن از رود گذشته و به نیروهای خسرو پرویزی یورش بردن و جنگی در گرفت جنگی خونین و حلناک. خسرو پرویز اطمینان داشت که پیروز از میدان جنگ خارج می شود. در واقع شمار فراوان لشگریانش نظرش را تایید می کرد. اما دیری نپایید که این رویا محو و نابود شد. زیرا هنوز ساعتی از نخستین حمله سپاهیان بهرام نگذشته بود که ناگهان دنیا در نظر خسرو پرویز تاریک گشت. چون برخلاف آنچه که انتظارش را می کشید، به یک باره عده زیادی از لشکریانش در همان ساعت اول جنگ به نیروهای بهرام پی بستند و او مجبور شد با قوای باقی که اندک به نظر می رسیدن به جنگ ادامه دهد. اما نتیجه جنگ برای خسرو پرویز و سردارانش کاملا مشهود بود. چون با پیوستن عده زیادی از لشکریان او به دشمن بقیه سپاهیان روحی خود را باخته بودند لذا پس از اینکه سه ساعت از شروع جنگ گذشت وقتی ادامه نبرد را بیفایده دید تصمیم گرفت به تیسفون عقب نشینی کند وقتی خسرو پرویز تصمیم خود را با دو خود که از فرماندهان سپاه بودند در میان نهاد آنها از بیم کشته شدن در میدان جنگ از آن استقبال نمودند و دقیقه بعد رابطه خود را با سپاهیان بهرام قطع کرده و به طرف تیسفون عقب نشستند. یک هفته از آمدن سپاه شکست خورده خسرو پرویز به پای تخت گذشته بود. ولی شاه جوان هنوز هم از یادآوری پیوستن لشکریانش به دشمن به شدت عصبانی مینه بود. بندای و ویسته هم که جهت فراوردن سپاهیان بیشتر به شهرها و آبادیهای تابع رفته بودند پس از گذشته این مدت با دست خالی بازگشته و خبر آوردند که نتوانسته ان نفرات کافی گرد آورند. خسرو پرویز که از بدبیاری های پی در پی تا حد جنون رسیده بود وقتی که این خبر را می شنود، بر سر آنها فریاد می کشد و می گوید. پس اکنون چه باید بکنیم چگونه جلوی پیشروی آن یاقی را بگیریم بندوی که بزرگتر از ویستهم بود جواب داد الا حضرت پیشنهادی دارم خسرو با قیافه گرفته ای گفت چه پیشنهادی بندوی به ویستهم هم اشاره کرد و گفت شاهنشاه ها پیشنهاد می کنم هرچه زودتر برون بروید و از قیصر کمک بخواهید ما نیز سعی می کنیم تا بازگشت شما پای تخت را حفظ کنیم خسرو سرش را تکان داد و گفت اما این غیر ممکن است بندو یک قدم به طرف خسرو پرویز برداشت و گفت غیر ممکن نیست سرور من من قیصر را خوب می شناسم و میدانم که حاضر است در این قبیل مواقع شما را یاری کند خسرو پرویز لبخند تمس بر لب جاری کرد و گفت مسلما در قبال این مساعدت انتظارهایی هم دارد اینطور نیست بندوی جواب داد البته سرور من اما می شود با او کنار آمد ما می توانیم را که در جنگ های پیشین از روم گرفته این به قیصر بازگردانیم فقط با این شرط است که می توانیم روی کمک رومیان حساب کنیم سرانجام خسرو پرویز به این نتیجه رسید که بدون کمک خارجی نمی تواند از عهده بهرام چوبین برآید و او در برابر بهرام که سپاهیانش همه او را از جان و دل دوست می دارن محکوم به شکست می شود پس جاره ای نداشت جز آنکه تیسفون را به کوچکتر خود یعنی ویسته هم بسپارد و خود به اتفاق دایی دیگرش بندوی ره سپاره روم شود. یک روز قبل از حرکت وقتی بندوی خواهرزاده تاجدارش را اندوهگین و نگران دید خنده ی تسنعی بر آورد و گفت شاه من نگرانی را از خود دور کنید بر فرض که بهرام تیسفون را مسخر کند ما در بازگشت از روم او را شکست می دهیم. سرانجام زمانی که بهرام و لشکریانش به تیسفون نزدیک می شدن خسرو پس از بازدید از برج و باروی پای تخت به اتفاق بندوی و ادعی از نزدیکانش به طور پنهانی و از دروازه ای دیگر به جانب روم تاختند فصل چهارم بهرام در تیسفون پس از اینکه خسرو پرویز تیسفون را به قصد روم ترک نمود ویستم عجلانه با دیگر فرماندهان مجلس مشورتی ترتیب داد و به بحث و گفتگو پرداخت او معتقد بود که با وجود مستحکم بودن برج و باروی شهر اگر مدافعین این کمی همت و فداکاری کنند می توانند تا بازگشت خسرو پرویز و لشکریان روم مقاومت کنند. اما با در نظر گرفتن روحیه سربازان مدافع بستام یا ویستهم خوب میدانست که این امر از محالات است تیسفون شهری محکم بود که اگر مدافع این و آزوقه کافی می داشت تا مدت مدیدی می توانست در مقابل مهاجمین پایداری کند. بنابراین هر کس آن را به تصرف در می آورد و در آن جای میگرفت با توجه به نکات مذکور دست یافتن به آن غیر ممکن می گوشه های محکم و دیوارهای استوار سنگی آن را به صورت قلعه ای تسخیر ناپذیر درآورده بود و این شهر بارها حجوم وحشیانه رومیان قرار گرفته و توانسته بود که به خوبی پایداری کند.